خب سال 2018 تمام شد، داریم میریم سال 2019، سالی که خیلی فیلم ها سریال های بزرگی قرار بیان. اندگیم، توی استوری، شیرشاه، جوکر، استار وارز، ترمیناتور و وانس اپون ا تایم این هالیوود و آیریشمن هم فیلم هایی هستن که من به شخصه خیلی منتظرشونم. امروز 6 تا فیلم هایی که تو سال 2018 من ازشون خیلی خوشم اومده میخوام بهتون معرفی کنم. دقت کنید که من همه فیلم های 2018 رو ندیدم، 100% فیلم های بهتر از این هم هستن که صرفا من ندیدم. شماره 6، میشن ایمپاسیبل فالت، آخرین فیلم از سری بالاتر خطر تام کروز. من باورم نمیشه تام کروز بالای 50 سالشه و بدل نمیگیره و همه سکانس‌های خطرناک خودش انجام میده. میشن ایمپاسیبل فالت 100% یکی از بهترین فیلم‌های اکشنی که من تو کلا تو زندگیم دیدم. به نظر من فیلم‌های میشن ایمپاسیبل ورژن باحال‌تر فیلم‌های جیمز بانده. تام کروز واقعا یاد گرفته که بیننده چی می‌خواد و چه جوری باید فیلم بسازه. من امیدوارم حالا بازنشسته نشه. میشن ایمپاسیبل فالت رو حتما ببینید. نمره من به این فیلم 7. شماره 5، انایلیشن، فیلم جدید ناتالی پورتمنه که کارگردانش فیلمای مثل 28 روز بعد و اکس ماشینما رو تو کارنامه‌اش داره. من پیشنهاد میکنم اکس ماشینما رو اگه ندیدید حتما ببینید، چون که انایلیشن هم همینطوری یکی از سوال برانگیزترین و دارکترین و عجیبترین فیلمایی بود که تو 2018 دیده بودم. طراحی صحنه و لوکیشنی که داشتم فیلم برداری میکردم منو یاد بازی لاست آف آس انداخت. شما هم یاد لاست آف آس انداخت بهم بگید. اگر ژانر فلسفی سای فای خوشتون میاد انایلیشن اصلا دست ندید. نمره من به فیلم 7. شماره 4، ردی پلیر وان، آخرین فیلم کارگردان افسانه استیون اسپیلبرگ. ردی پلیر وان در روی ویرچوال ریالیتی، کانسپت جذابی که آردی تو زندگیمون داریم میبینیمش و به نظرم چیزیه که به زودی تو جهان اتفاق میفته، چون که خب زندگی توی بازی مجازی با کلی جنگ و ماشین سواری و دیدن آدمای قشنگ ریتم خیلی تندتری از زندگی واقعی آدما داره و خیلی جذابتره. من خودم دوست دارم ردی پلیر وان بشم. نمره من به ردی پلیر وان 8. حتما این فیلمو ببینید. شماره 3، شما برای اینکه فیلم اینفینیتی وار قشنگ بهتون بچسبه بعد این فیلم‌ها رو ببینید قبلش. کاپیتان آمریکا، فرست اونجرز، اونجرز 1، سیویل وار، دکتر استرنج، تور راگناروک، گاردن آف دی گالاکسی 2، بلک پنتر. یه جوری برای دیدن این های فیلم و این همه پرپریشن فکر کنم برای طرفدارای مارول اینفینیتی وار یه جور پرن هستن. و نذارید فراموش کنم که یکی از جالب‌ترین شخصیت‌ها و ویلن‌های تاریخ سینما فنوس به مون معرفی شد. به نظرم خیلی حال داد که سوپر هیرو های شخصیت بد شکست خوردن، بد هم شکست خوردن. نمره من به اینفینیتی وار 8، از دستش ندید. شماره 2، اسپایدرمن اینتو دی اسپایدر ورس نوآورانه ترین فیلمی بود که من فکر کنم توی 10 سال اخیر دیده بودم. من شدیداً اعتقاد دارم که استایل فیلم سازی و انیمیشن سازی توی سالهای آینده با پس لرزه های این فیلم کلا تغییر میکنه. یعنی اگه یه بتمن با این سبک بسازم فکر کنم دیوونه بشیم ما. نمره من اسپایدرمن 9، 3D ببینید. شماره 1، من هم خیلی فیلم دیدم، هم خیلی وقت دارم فیلم میبینم و فکر کنم این اعتماد به نفس رو داشته باشم که بگم فیلمی مثل روما نیومده و حالاها دیگه نمیاد و دلیل دارم برای حرفم. هالیوود، ایران، اروپا و خیلی جای دنیا قبل ساخته یه فیلم خیلی لابی میکنن، خیلی با استودیو صحبت میکنن، خیلی اینوستور میارن، پول میذارن و خیلی حساب کتاب میکنن که فیلم میخواد چقدر فروش کنه و چقدر میتونن باهاش سود کنن. یعنی شما وقتی دارید فیلمو میبینید، هر فیلمی یه فیلم سیقل داده شده توسط بازاریابا و تبلیغاتچیا و لابیستا رو دارید نگاه میکنید. ولی رومای اصالت خاصی داشت، یه اورجینالیتی داشت. آلفونسو کارن این فیلمو برای دل خودش ساخته و به هیچ چی اهمیت نداده. بازیگرای تازه کار، مدل فیلم برداری، مدل روایت اون داستان، همه چیزایی هستن که توی فیلم عادی من اصلا نمیبینم. فیلم به طرز عجیبی منو یاد ایران انداخت و اون حس نوستالژیک رو تو من زنده کرد. دقیقا این فیلم میخواست همون کارو کنه. یعنی هر جای دنیا باشید این فیلمو ببینید یاد خونتون میافتید. و اینو بگم که به نظر من یکی از تاثیرگذارترین فیلمهای فمینیستی تاریخه. مشکلات چند زن اواسط قرن بیستمی رو به واقعی ترین شکل ممکن نشون داده. نمره من به فیلم 10. اگه فیلم سیاسفید دوست ندارید نگاه نکنید. امیدوارم این لیست خوشتون اومده باشه. نظرتون در این لیست کامنت کنید. مرسی.